حکومت افغانستان میپذیرد که واپسین سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بر رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی در کابل پیوند داشت و او در این باره از حکومت افغانستان خواهان همکاری شده است. په دې اړه مشورې روانې دي، زموږ تحقیقات هم روان دي چې او د خپلو استخباراتي ادارو نه چې د دوی په اړه باندې معلومات څه معلومات لري او څه فکر کوي، مشوره یې څه ده چې تر کومه حده پورې روان یو. د امریکایانو غوښتنه زموږ نه ده، همکاري ده او موږ همکاري ته حاضر یو، ولې په جزئیاتو باندې باید بحث وکړو او د هغې نه وروسته به موافقې ته ورسیږو. یکی از فرماندهان پیشین طالبان که به تازگی از قطر برگشته است میگوید که طالبان علاقمند هستند تا در برابر رهایی این دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان انس حقانی رها شود. زه فکر کوم چې هیڅ اختلافات نسته، ځکه چې د انس حقانی په سر چې کوم خارجان تبادله کیږي تر کوم حده چې موږ پوهیږو هغه د حقانی صاحب دی پلاس کی. پس از ملغا شدن گفتگوهای صلح امریکا با طالبان، مبادله زندانیان در واقع آغاز از بحر این گفتگوها دانسته می شود. از همین رو در نشست های پسین میان امریکا، چین، روسیه، پاکستان و نیز در نشست امریکا با اروپا، یکی از نقاط مشترک میان دیدگاه های همه طرف ها کاهش خشونت ها و توافق بر یک آتش بس همزمان با آغاز گفتگوها بوده است. اینا همیشان بر افغانستان دلچسپی داره. از این خاطر سه کشور دیگه مانند پاکستان، چین و روسیه موجودیت امریکا را به هیچ صورت بر افغانستان نمیخواد. زلمه خلیلزاد از کابل به اسلام آباد رفته است و با نخست وزیر پاکستان دیداری داشته است. نخست وزیر پاکستان در این دیدار از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که برای کاهش خشونت ها گام های عملی بردارند.